حدود یک ماه از سفر هیئت مذاکره کننده افغانستان به دوحه می گذرد. هیئت دولت و طالبان بعد از وقفه 20 روزه از کابل و پاکستان به دوحه رفتند تا دور دوم مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. اما این مذاکرات هنوز آغاز نشده. اخیراً نادر نادری سخنگوی هیئت دولت طالبان را متهم کرده که حاضر نیستند مجالس رسمی برگزار شود. آغاز دور دوم مذاکرات بین الافغانی منتظر اعلام سیاست حکومت جدید آمریکاست. حکومت بایدن تا عبده فبروری تصمیمش در مورد توافقنامه دوحه را اعلام میکند، تاریخی که در آن نشست وزرای دفاع ناتو برگزار میشود و آمریکا اعلام خواهد کرد که در ماه می سال 2021 میلادی نیروهایش را خارج میکند یا خیر. آغاز دور دوم مذاکرات بین الافغانی منتظر اعلام سیاست جدیدی آمریکاست. هم حکومت افغانستان و هم طالبان دلیل این تأخیر را درک می‌کنند. حکومت افغانستان سعی می‌کند از این تأخیر برای فشار رسانه‌ای بر طالبان استفاده کند. در سیاست جدید آمریکا در مورد روند صلح افغانستان ممکن است تغییرات بیاید. حکومت ترامپ در روند صلح افغانستان تا حد زیادی یک جانبه عمل کرد. در روند صلح افغانستان ترامپ متهم به نشنیدن مشوره مشاوران نظامی و امنیتیش بود. این اتهام در کتاب جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ مطرح شده است. آمریکا در روند صلح افغانستان با دیگر اعضای ناتو و اتحادیه اروپا هماهنگی کامل نداشت. ناتو با خروج نظامی از افغانستان در ماه می موافق نبود. اتحادیه اروپا بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در روند صلح افغانستان تاکید میکند. این دو موضع برخلاف رویکرد حکومت ترامپ بود. احتمال دارد که حکومت بایدن همسویی با ناتو و اتحادیه اروپا را در روند صلح افغانستان بیشتر کند. اگر این اتفاق بیفتد بر روند صلح افغانستان تأثیر گذار است. ایران در زمان حکومت ترامپ از روند صلح افغانستان کنار گذاشته شده بود. همسایه غربی افغانستان در به چالش کشیدن سیاست‌های ترامپ از طالبان حمایت گسترده می‌کرد و علیه روند صلح دوحه قرار گرفته بود. احتمال دارد سیاست آمریکا در خصوص ایران در حکومت بایدن تغییر کند. تغییر مناسبات ایران و آمریکا بر روند صلح افغانستان تأثیرگذار است. مقامات حکومت بایدن اعلام کردند که حکومت توافقنامه دوحه را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که طالبان به تعهداتشان عمل کرده‌اند. سخنگوی کاخ سفید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند که حکومت بایدن توافقنامه دوحه را بررسی می‌کند. اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش گفته که اتحاد طالبان و القاعده ادامه دارد و شبکه القاعده از این اتحاد قوی‌تر شده است. بر اساس این گزارش، القاعده به طالبان مشوره می‌دهد. طالبان گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا را رد کرده و گفته که این گزارش ناشی از پروپاگاندای عناصر جنگ طلب است. طالبان خواستار تعهد آمریکا به توافقنامه دوحه و خروج نظامی از افغانستان شده است. گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند بر روند صلح افغانستان تأثیر بگذارد. این گزارش می‌گوید طالبان به مهمترین تعهداتشان مبنی بر قطع رابطه با القاعده عمل نکرده است. این گزارش می‌تواند خروج نظامی آمریکا از افغانستان در ماه می 2021 را به تأخیر بیندازد. اگر خروج نظامی به تعویق بیفتد، روند صلح افغانستان متأثر می‌شود و ممکن است جنگ در افغانستان شدت بیشتری بگیرد.